اکثر منو با فوتبال میشناسن و همین اطلاعاتی که میدن. ولی من یه پدری داشتم، مهندس بود و ارتشی بود ولی اهل ادبیات بود. بعد این از کلاس اول دوم سوم دبستان دید من علاقه من به فوتبال شدم. من میرفتم جرایید میسیم روزنامه رو میبریدم، مثلا دنبال میکردم مینوشتم. بعد به من میگفت عوض این اطلاعات بی مصرفی که این فوتبال منظورشه 3-1-2-1 تیره دروازه، گفت یک شعر مولانا، یک شعر حافظ، یک شعر سعدی رو درست حسابی تو یاد بگی چراغ راه زندگی میشه. بعد درست میگفت، ولی واقعا شاید عوض این همه اطلاعات خیلی از این اطلاعات بی مصرفه. چه اهمیتی داره اون بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد در مثلا 64-0-0 شده؟ واقعا 0-0 یه بازی ملال‌آوری که خود بعد این فولدرها رو پر کرده. الان میفهمم و این فولدرهای قدیمی رو نمیشه پاک کرد. دیدی تو کامپیوتر میرید یه چیزا رو نمیتونین دیلیت کنین. با هر حال همیشه یاد پدرم میفتم، میگم میگفت تو این اطلاعات بشه درده. حالا شما میگید که این همه اطلاعات نمیدونم واقعا به درد میخوره یا درست هست یا غلط، ولی دیگه کاری ازش از دستم بر نمیاد. این هارده از یه چیزایی پر شده، پر از و همش هم هیجان انگیز نیست. خیلی از بازی ها هیجان انگیزه، خیلی از خاطرات فوق العاده است فوتبال. مثلا دارم بازی ایران استرالیا رو میشه 100 بار تعریف کرد، ولی برابر اون صدها خاطره هست که واقعا ملال آور بوده، هیچی نداشته. حالا ولی به هر حال من همیشه سعی کردم اون پند پدرم چراغ راه هم باشه تا حدی کوچولو کوچولو. به هر حال سعی کردم همیشه تاریخ بخونم، ادبیات بخونم، سعیمو کردم.